بسم الله الرحمن الرحیم. روز میلاد با سعادت سالار شهیدان و سرور آزادگان حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه و در آستانه میلاد سردار با وفایش قمر بنی هاشم و فرزند برومندش امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین تبریک و تهنیت میگم و همچنین در آستانه سال جدید، ما در آستانه سال 1400 هستیم که خود 1400 هم سال آستانه‌ای قرن جدید هست، قرن 15 و انشالله امیدواریم ملت بزرگ ما که در همه صحنه‌ها با ایستادگی و مقاومت و اتحاد پیروزی‌های درخشانی رو به دست آورده، سال آینده ما شاهد پیروزی‌های بزرگتری باشیم. خب در سالی که گذشت، پایان این سال هستیم، سال 99، در مجموع سال سختی بود و همین آغاز من یاد میکنم از همه عزیزانی که برای مبارزه با ویروس کرونا جان عزیز خودشون رو فدا کردن، از کادر درمان حدود 277 نفر از عزیزان در این راه جان سپردند و مردم بسیار عزیز ما که حدود 61,000 نفر از مردم ما در این سال در برابر این ویروس جانشون رو از دست دادند. به روان پاک همه اونها درود میفرستیم، به خانواده های عزیزشون تسلیت میگیم. انشاءالله امیدواریم سال آینده، سال 1400، سال بهتری باشه. من باز هم رو کلمه آستانه میخوام تأکید کنم، سال آینده سال آستانه قرن 15، سال آستانه مهار کروناست، سال آستانه پیروزی قاطع ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی است و انشاءالله آستانه یک حرکت خوب اقتصادی و رونق و جهش تولید هم انشاءالله خواهد بود. در زمینه کرونا کار بزرگی ملت بزرگ ما انجام داد، با فرهنگ بلندش، با اطاعت از دستورات دینیش و دستورات علمی و پزشکی و هماهنگی و کمک‌های مؤمنانه در طول این یک سال، علی‌رغم اینکه ما در تحریم بودیم، در فشار بودیم، به حمد الله سال رو به خوبی ما گذراندیم. البته شاید اگر مقایسه کنیم کشورمون رو با کشورهای دیگر در مبارزه با کووید 19، نمره خوب و قابل قبولی رو داشته باشیم. همه تلاش کردند. ما 61 جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا داشتیم، 483 مصوبه داشتیم در این ستاد که همه مصوبات ما اجرا شده و آخرین مصوبات ما البته مربوط به ایام عید نوروز، انشاءالله امیدواریم اون یکی دو مصوبه مربوط به عید هم به طور کامل اجرا و عملیاتی بشه. جلسات بسیار متعددی کمیته های ستاد کرونا در طول این یک سال فعالیت کردند، قرارگاهی که تشکیل شد در این راه فعالیت و تلاش مستمری داشتند
و همه اونهایی که در صحنه آمدند. البته در صحنه کرونا وزارت بهداشت، درمان، کادر درمان ما در خط مقدم، اما همه پشتیبانی کردن از بخش اقتصاد دولت گرفته و تا نیروهای مسلح و تا همه مردم در این راه تلاش کردن و کوشش کردن. خب در کرونا همه کشورها دچار مشکل اقتصادی شدند، دچار مشکل فرهنگی شدند، دچار مشکل اجتماعی شدند. این پاندمی یه پاندمی نبود که تنها سلامت رو مورد حمله قرار بده. شغل مردم، کسب و کار مردم، اقتصاد مردم، زندگی مردم، رفت و آمد خانوادگی مردم، مدارس، دانشگاه ها، همه رو مورد تهدید و حمله قرار داد و برای هر یک از اینها برنامه ریزی های خوبی انجام گرفت. ما می دونستیم که مردم در برابر این کووید 19 کسی ما رو یاری نخواهد کرد. اگر هم بخوایم بریم از یک کشوری ماسک بخریم به ما نخواهند داد، اگر بخوایم بریم از کشوری ونتیلاتور بخریم به ما نخواهند داد، اگر بریم تجهیزات پزشکی بخوایم بخریم. حتی در واکسن می دونستیم که مشکلات فراوانی هست، در نقل و انتقال پول مشکلات فراوانی هست، اما همه این کارها انجام گرفت. خب ما نسبت به مردم عزیز ما که در فشار بودند هم وام 1,000,000 تومانی دادیم در همون آغاز کرونا، هم امهال کردیم بدهی هایی که مردم در آب، برق و مسائل دیگه داشتن، در بدهکاری های بانکی داشتن. این کار یک تسهیلی برای همه اونها بود، برای اون کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن وام در اختیار اونها گذاشتیم، برای مستاجرینی که برای پرداخت ودیعه برای اجاره خونه شون دچار مشکل بودن به اونها کمک کردیم. در همه این زمینه ها مردم رو یاری کردیم و اونهایی که خب اقشاری بودند که تحت فشار از لحاظ مالی بودند، در ماهای اولیه در 3 ماه یک کمک معیشتی فوق‌العاده پرداخت کردیم، در پایان سالم باز 4 ماه این کمک معیشتی رو پرداخت کردیم، یعنی برای حدود 60,000,000 نفر کمک معیشتی که در این 4 ماه آخر ماهی 100,000 تومان پرداخت کردیم. اینا اقداماتی بود که دولت از لحاظ مالی انجام داد. بیش از 120,000,000,000 تومان به صورت بلاعوض یا به صورت وام در اختیار مردم قرار گرفت و 1,000,000,000 یورو هم اختصاص پیدا کرد به وزارت بهداشت و درمان برای تجهیزات پزشکی و نیازمندی هایی که داشتن. عقب ماندگی هایی هم که برای کادر درمان بود پرداخت شد. در مجموع یک کار دست جمعی خوبی از لحاظ مالی، از لحاظ درمانی، از لحاظ فداکاری کادر درمان ما و همچنین تجهیزاتی که ما نیاز داشتیم. حالا شرکت های دانشمندان کار بسیار بزرگ و خوبی کردن. ما در بعضی از زمینه ها الان در آستانه صادرات برخی از کالاها هستیم، دیگه کاملا بی‌نیاز شدیم. در زمینه واکسن هم میدونید هم برای خرید واکسن اقدامات بسیار خوبی شد و هم برای ساخت واکسن. امیدواریم در سال آینده ما واکسن داخلی در اختیار مردم ما باشه، از واکسن پاستور گرفته، واکسن برکت گرفته، واکسن رازی گرفته، واکسن فخرا گرفته، همه اینها انشالله در اختیار مردم قرار بگیره. سال آینده حتما سال بهتری در کنترل و مهار این بیماری انشالله خواهیم داشت. البته همه باید همدیگر رو کمک کنیم، یاری کنیم و همه دستورالعمل‌ها رو در این زمینه اجرا کنیم و پیاده کنیم. و من تشکر ویژه می کنم در این زمینه از کادر درمان، از شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
بار بسیار سنگین و کار بسیار سختی بود، واقعا در یک میدان جنگ مستقیم در برابر خشم یک ویروس مهاجم خطرناکی بود که جان عده زیادی از انسانهای عزیز ما گرفت. هنوز هم با این مشکل ما مواجه هستیم و دوچاریم. موضوع دوم موضوع تحریم هست. در موضوع تحریم ما از سال 97 بحث دیگه بحث تحریم نبود، یعنی ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم. دشمنان ما برنامه ریزی کردن برای یک جنگ اقتصادی و در این جنگ ما تنها بودیم. همونطور که در جنگ 8 ساله در برابر متجاوزین ما تنها بودیم، یعنی ملت ایران بود ایستاد. در این 3 سال در جنگ تحمیلی اقتصادی هم ملت ما تنها بود، با همه توان ایستادگی کرد و مقابله کرد. خب الان شما میبینید که در همه کشورها تقریبا، حالا به استثنای چند کشور، در این سال کرونایی همه اینها دارای رشد منفی بودن. حالا این رشد منفی به طور متوسط در دنیا 3.4 دهمه، ولی کشورهایی هستن که رشد منفیشون منهای 5 تا منهای 10 هم در بعضی از کشورها داریم. ما البته در 3 ماهه اول رشد ما منفی بود، تلاش بسیار خوبی در 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم شد. نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2 دهم، این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا. این یکی از افتخارات ملت ما هست، تولیدگران ما هست و تیم اقتصادی دولت هست که در این زمینه تلاش بسیار زیادی کردن. خب در این 1 سال میدونید که ما اونهایی که حقوق بگیر ثابت بودند کمک زیادی امسال کردیم، یعنی امسال حقوق ها سرجم به هر حال بالای 40% افزایش پیدا کرد. همسانسازی حقوق بازنشستگان با اونهایی که حقوق بگیر بودن انجام گرفت، کار بسیار عظیم و بزرگی بود که انجام گرفت. برای اشتغال روستایی یک کار بزرگی انجام شد. بسیاری از روستاییان در پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن. تمام مردم ما در پوشش بیمه سلامت هستند، یعنی هر کس امروز وارد بیمارستان میشه اگر هم پوشش بیمه بر فرض غفلت کرده باشه نداشته باشه، همونجا تحت پوشش بیمه فوری قرار میگیره. اگر برای کرونا بستری بشه در بیمارستان، حداکثر پولی که دریافت میشه برای شهری 10%، برای روستایی 5%. یعنی کار عظیم و بزرگی داره انجام میگیره. خب حالا یه عده‌ای شرایط جنگ در نظر نمیگیرن، میگن اونجا اینجوری شد اونجا اینجوری شد، حالا 1000 تا کار مثبت انجام میگیره، یه جا هم نقطه ضعف به هر حال پیش میاد. تو اون نقطه ضعف یا اون مشکل همون رو یه عده‌ای بزرگ بکنن، سیاه نمایی از اون گناهان بسیار بد و زشت در شرایط جنگ در برابر دشمنه. در جنگ در برابر دشمن همه ما باید متحد باشیم، همه باید کنار هم وایستیم، نه اینکه یک نقطه ضعف کوچکی پیدا کنیم اونو بزرگ کنیم، هی ترویج کنیم، هی بگیم. البته در بخش اقتصادی ما در بخش تولید پایان یافتن طرح‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ، امسال سالی بود که تولید ما خوش درخشید. به هر حال شما دیدید که ما 58 افتتاح بزرگ امسال داشتیم و انشالله سال آینده هم در اولین پنجشنبه که میشه 5 فروردین ما افتتاح 59 ملی بزرگ خواهیم داشت و تا آخر دولت اگر خدا توفیق داد آخرین پنجشنبه ما هم در این دولت عید قدیر خم هست. انشاءالله در عید قدیر خم به عنوان آخرین پنجشنبه دولت باز هم افتتاح خواهیم داشت. این افتتاح‌های هفتگی رو انشاءالله تا پایان ادامه میدیم.
و کار عظیم و بزرگی در این افتتاح ها انجام گرفت. اینکه 12 تا پتروشیمی بزرگ امسال افتتاح شد، اینکه ما امسال یک طرح پالایشگاه بید بلند که یک افتخار بود با 3.5 میلیارد، یعنی همه این افتتاحایی که شما ببینید سرمایه گذاری هایی است که سال 93 94 95 96 سرمایه گذاری شده و حالا به افتتاح ما رسیدیم و در این روزهای پایانی یک افتتاح بسیار مهمی داشتیم در تاریخ کشور ما ثبت شده و اون تحول در شرق کشور هست و ما امروز در شرق کشور شاهد آبرسانی، ما در استان هرمزگان، استان کرمان، استان یزد، در این 3 استان یعنی آب از هرمزگان رسید به عرض کنم که سیرجان، از سیرجان رسید به رفسنجان، از اونجا رسید به اردکان. بنابراین این 3 استان الان داره از آب دریا که شیرین میشه استفاده میکنه. پس خط اول رو به طور کامل ما به اتمام رساندیم و افتتاح کردیم، بخشش در آبان، بخشش در اسفند، و عملیات اجرایی خطوط دیگر رو هم کلید زدیم، یعنی خطی که آب رو از خلیج فارس منتقل میکنه به خراسان جنوبی و در نهایت به خراسان رضوی، خطی که آب رو منتقل میکنه به اصفهان و خطی که آب رو منتقل میکنه به زاهدان و زابل. همه این خطوط خطوطی است که ما میتونیم شرق رو، شرق آباد در سالهای آینده ببینیم و کار بسیار عظیم و بزرگی در این زمینه انجام شد. البته در همه بخش‌ها شما دیدید در آب و برق ما دیروز 49 سد ملی رو در این دولت افتتاح کردیم و انشاءالله در پایان دولت 57 سد رو افتتاح خواهیم کرد. کارهایی که شده برای تصفیه خانه ها، برای تصفیه خانه های فاضلاب، برای آب روستایی، برق روستایی، و در حضور ملت ایران با افتخار میگم که این دولت توانست یک آرزوی 40 ساله رو به ثمر برسانه و اون برای افراد کم مصرف که قاعدتا افراد کم درآمد هم هستند، آب مجانی، برق مجانی، گاز مجانی، کار بسیار عظیم و بزرگی بود که انجام گرفت. در خودکفایی ها، خودکفایی در بنزین، خودکفایی در گازوئیل، در گاز، خودکفایی در گندم، برنج و روغن و برنج و شکر هم باز در مسیر خودکفایی است که انشاءالله ما میتونیم به ثمر و به نتیجه برسیم. بنابراین در بخش اقتصادی یک کار عظیم و بزرگی انجام گرفت در این مدت. انشاءالله این مسیر و این راه رو ما ادامه میدیم. فقط بدونید که در آب و برق در مجموع 81,000 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شده. در بخش صنعت ما بیش از 70,000 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده و در بخش شرق و آب شرق در مجموع 128,000 میلیارد تومان کار عظیم و بزرگی در این بخش اقتصادی انجام شده. بخش دیگری که میخوام روش تاکید بکنم در مبارزه با اونهایی است که با ما جنگیدن در این 3 سال. خب در یک جنگ اقتصادی بزرگ بودیم. ما از لحاظ سیاسی و سیاست خارجی موفقیت‌های بسیار بزرگی داشتیم، یعنی در این مدت در همین سال 99 30 شهریور 99 روز بسیار مهمی برای ما است. 30 شهریور 99 روز شکست آمریکا برای اون طرحی بود که دنبال می‌کرد معروف به اسنپ‌بک و شکست خورد. این روز روز تاریخی است برای ما مونده. روز 27 مهر ماه یک روز بزرگ در تاریخ ماست و اون پایان تحریم تسلیحاتی است
اینا کارهای عظیم و بزرگی است که امسال انجام گرفته. در بهمن امسال ما در دادگاه لاهه یک موفقیت بزرگ به دست آوردیم و اون اینکه دادگاه لاهه صلاحیت رو برای رسیدگی به دعوایی که ما علیه آمریکا مطرح کرده بودیم، این صلاحیت رو تایید کرد. یعنی پیروزی که در دادگاه لاهه ما در سال 1951-1330 ما موفقیت در لاهه داشتیم، دو بار در طول این چند سال موفقیت عظیم و بزرگ رو تکرار کردیم و این نشون میده که در زمینه سیاسی و حقوقی ما کار عظیم و بزرگی رو به ثمر رسوندیم. من از همه دستاندرکاران، از همه عزیزان در این زمینه تشکر میکنم. یه نکته مهم میدارم، میخوام با اشاره ازش عبور کنم، با اون این که امروز شرایط برای شکست شدن تحریم از هر زمان دیگر آماده تره. آمریکایی‌ها به صراحت این رو نه یک بار، بارها اعلام کردند که مسیر و راه دولت قبلی غلط بوده، فشار حد اکثری منجر به شکست شده. این رو بارها تکرار کردند و گفتن و باز هم بیان کردند که ما می‌خواهیم برگردیم به مسیر تعهد، به مسیر برجام. البته این گفتن برای ما کافی نیست، روشنه ما منتظر عمل هستیم. اما این نکته رو من تأکید کنم، تأخیر در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه و این ننگ ابدی برای اون جناح و اون فرد باقی خواهد ماند. این بدونه، مردم ما کاملا متوجه، کاملا میدونن یعنی چه. ما از هر طریقی تحریم یعنی تضییع حقوق مردم، ما جلوی تضییع حقوق مردم باید بگیریم. مردم باید به همه تسهیلات تجاری و مالی و بانکی خودشون دست پیدا بکنن. من امیدوارم یک اقلیتی که دنبال سنگ‌اندازی در این راه هستند انشالله توبه کنن در این ایام ماه شعبان و دست بردارن. شب عید هست، شب عید 1400، ایدی که به مردم میدن اینه که دست از تخریب بردارن و اگر بردارن دولت هم بلده، هم قادره، هم میتونه به خوبی این تحریم رو پایان بده. این نکته مهمی که برش تأکید دارم. و خب حالا تا کامل خیس نشدی، من نکته پایانی من رو بگم و تمام بشه، و اون این که سال آینده یک کار بسیار مهم داریم، همه باید دست به دست هم بدیم، و اون یک انتخابات با شکوه در سال 1400، و همه بدونیم که این انتخابات با شکوه تضمینی است برای انقلاب ما، برای راه ما، برای کشور ما. انشالله سال آینده سال مبارکی برای همه، برای خبرنگاران عزیز، برای همه اونهایی که تلاش کردن، برای صدا و سیما که در این یک سال تلاش کردن، انشالله موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله.